سنگسار در دادگاه پیامبر. یکی نامرد نصرانی زن را نزد عیسی برد و در محضر شهادت داد که این زن پاک دامن نیست. زن از شرم گناه چون آهوی زخمی هراسان بود و مروارید اشکش از خجالت روی مژگان بود. مسیحا از تأثر همچو گردابه به خود پیچید و توأم با سکوت سوی یاران دید. به چشم همراهانش ناگهان برق غضب جوشید. یکی آهسته اما با ادب پرسید که ای روح مقدس، از چه خاموشی؟ چرا از جرم این پتیار انسان دیده می پوشی؟ سزای این چنین جرم مگر بر تو مبرهن نیست؟ ولی فرزند مریم همچنان با شاخه خشکی که بر کف داشت نقش بر زمین میزد و با پای تفکر گام در راه یقین میزد که ناگه اعتراض دیگر زان جمع بالا شد که ای عیسی، چه میخواهی؟ گناه او نمایان است، سزایش سنگ ساران است. چراغ عفت مریم درون سینه این دیو روشن نیست و این بدکاره را راه بجز در زیر سنگ شهر مردن نیست. مسیحا از پی اندیشه کوتاه سکوت تلخ را بشکست و چون روشن چراغ در میان دوستان بنشست و گفت آری، سزایش سنگ ساران است و لیکن سنگ اول را به سوی این زن آلوده در عصیان کسی باید بیندازد که خود آری به عصیان است و دامانش رها از چنگ شیطان است. و میپرسم که مرد با چنین اوصاف اندر جمع یاران است؟ مسیحا حرف خود را گفت و سر را در گریبان کرد و همراهان خود را زان قضاوتها پشیمان کرد. کرا جرأت که نزد پاک جانان جان خود را پاک از لوث خطا بیند؟ کرا زهره که خود را پاک نزد انبیا بیند؟ پس از لخت کزان به حرمتی یاران خجل گشتند و از محضر برون رفتند، مسیحا ماند و آن زن ماند و عیسی با زبان نرم آن محجوبه را فهماند و با اندازهای پاک بذر عفت و نیکی و دشت خاطرش افشاند و آن زن با هوای تازه برون ز محضر شد و تصویر نو از شهر در ذهنش مصور شد که از خون بنی آدم چراغ شهر روشن نیست و راه شهر تنها راه کشتن نیست. تو را ای ادا پرداز احکام مسلمانی، نمیگویم مسیحا شو که ایمان پیامبر در دل جان تو و من نیست. ولی سر در گریبان کن و از خود نیست پرسان کن که اعمال تو آیا
گاه گاه بدتر از کردار آن زن نیست و از داغ هزاران جرم پنهانی. بگو ای مرد، تو را آلوده دامن نیست؟ بگو ای مرد، تو را آلوده دامن نیست؟